رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد. بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد. به کوه خواهد زد. به غار خواهد رفت. بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد. به کوه خواهد زد. به غار خواهد رفت. تو کودکانت را بر سینه می فشاری گرم و همسرت را چون کولیان خانه به دوش میان آتش و خون می کشانی از دنبال و پیش پای تو از انفجارهای مهیب دهان دوزخ وحشت گشاده خواهد شد. و شهرها همه در دود و شعله خواهد سوخت و آشیانها بر روی خاک خواهد ریخت و آرزوها در زیر خاک خواهد مرد. بشر دوباره به جنگل پناه خواهد بود. خیال نیست عزیزم، صدای تیر بلند است و ناله پیگیر و برق اسلحه خورشید را خجل کرده است. چگونه این همه بیداد را نمی بینی؟ چگونه این همه فریاد را نمی شنوی؟ صدای زجه خونین کودک عدنی است و بانگ مرتعشه و بانگ مرتعش مادر ویتنامی که در عزای عزیزان خیش می گریند و چند روز دیگر نیز نوبت من و توست که یا به ما تم فرزند خیش بنشینیم و یا به کشتن فرزند خلق برخیزیم و یا به کوه، به جنگل، به غار بگریزیم. پدر چگونه به نزد طبیب خواهی رفت که دیدگان تو تاریک و راه باریک است؟ تو یک قدم نتوانی به اختیار گذاشت. تو یک وجب نتوانی به اختیار گذاشت که سیل آهن در راه ها خروشان است. تو ای نخفته شب و روز روی شانه اسب
به روزگار جوانی به کوه و دره و دشت، تو ای بریدر از لای خار و خارا سنگ، کنون کنار خیابان به انتظار بسوز، درون آتش بغضی که در گلو داری، که از این طرف نتوانی به آن طرف رفتن. حریم موی سپید تو را که دارد پاس، کسی که دست تو را یک قدم بگیرد نیست، و من که میدوم اندر پی تو خوشحالم، که دیدگان تو در شهر بی ترحم ما به روی مردم نامهربان نمی افتد. هزار و ششصد و هفتاد و یک نفر امروز به زیر آتش خمپاره ها هلاک شدند و چند دهکده دوست را هواپیما به جای خانه دشمن گلوله باران کرد. گلوی خشک مرا بغض می فشارد تنگ، و کودکان مرا لقمه در گلو مانده است، که چشمانها با اشک مرد بیگانه است. چه جای گریه که کشتار بی‌دریغ حریف برای خاطر صلح است و افسا آزادی، و هر گلوله که بر سینه شرار افشاند غنیمتی است که دنیا بهش خواهد شد. پدر غم تو مرا رنج می‌دهد، اما غم بزرگتری می‌کند هلاک مرا. بیا به خاک بلا دیده‌ای بیندیشیم، که ناله می چکد از برق تازیانه درو، و خانه های خراب به کومه های خموش، به دشت های به آتش کشیده متروک که سوخت یک جا برگ و گل و جوان درو، به خاک مزرعه هایی که جای گندم زرد نهی به شعله سرخ به چار سوی افق می کشد زبان درو، به چشم های گرسنه، به دست های دراز، به نعش دهقان میان شالیزار، به زندگی که فرو مرد جاودانه درو. بیا به حال بشر های های گریه کنیم، که بر برادر خود هم که با برادر خود هم نمیتواند زیست. چنین خجسته وجودی کجا تواند ماند؟ چنین گسسته انانی کجا تواند رفت؟ صدای قرش تیری دهد جواب مرا، صدای قرش تیری دهد جواب مرا. به کوه خواهد زد، به غار خواهد رفت، بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد. به کوه خواهد زد، به غار خواهد رفت، بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد.